نو با زبانتان مهربان باشید از به زبان آوردن عباراتی که همه به زبان می آورند پرهیز کنید شیوه ی حرف زدن خودتان را پیدا کنید حتی برای گفتن همان چیزی که فکر می کنید همه دارند می گویند. سعی کنید از اینترنت فاصله بگیرید لطفاً کتاب بخوانید و یا حتی کتاب صوتی گوش بدهید ویکتور کلمپرر ادیب لهستانی یهودی آموزش های لغت شناختی خود را متوجه تبلیغات سیاسی نازی کرد و متوجه شد که زبان و شیوه بیان هیتلر چطور مخالفان بر حقش را کنار میزد. مردم همیشه به معنای برخی از مردم بوده و نه همه ی آنها رئیس جمهور ترامپ هم این کلمه را به همین شیوه به کار می گیرد رویارویی ها همیشه به معنای کشمکش و منازعه بود رئیس جمهور ترامپ گوید برنده شدن به هر تلاشی از جانب آزادمردان و آزاد زنان برای درک و شناخت جهان به شکلی متفاوت حد که حرمت پیشوا بود یا به قول رئیس جمهور ترامپ حجف و افتراح سیاستمداران روزگار ما این کلیشه های زبانی خود را به تلویزیون می خورنند. جایی که در آن حتی کسانی هم که میخواهند با آنها مخالفت کنند همان کلیشه ها را تکرار می کنند. تلویزیون مدعی است که میخواهد زبان سیاسی را از طریق انتقال تصویر به چالش بکشد اما همین توالی تصاویر از قابی به قاب دیگر میتواند مانع از حس وضوح این چالش شود همه چیز سریع پیش می رود اما عملا هیچ اتفاقی نمی افتد. هر خبری در اخبار تلویزیونی خبر فوری است تا وقتی که خبر بعدی جایان آن را بگیرد. این گونه است که موجها یکی پس از دیگری به ما اصابت می کنند بدون آنکه هیچگاه اقیانوس را ببینیم. تلاش برای روشن ساختن ماهیت و اهمیت رویدادها مستلزم کلمات و مفاهیمی است که وقتی مجذوب محرک های بسری شده ایم از ذهنمان می گریزند. تماشای اخبار تلویزیونی گاهی چندان تفاوتی با نگاه کردن به کسی ندارد که او هم دارد به تصویری نگاه می کند. ما این خلصه و جذبه گروهی را عادی می دانیم و آرام آرام در آن فرو می رویم. بیش از نیم قرن پیش های کلاسیک با مضمون تمامیت خواهی در مورد استیلای تلویزیون ها جلوگیری از نشر کتاب محدود ساختن دامنه لغات و در نتیجه دشوار شدن تفکر و اندیشیدن هشدارها میدادند. در فارنهایت 451 اثر ری برادبری که در 1953 منتشر شد معموران آتش نشانی کتاب ها را پیدا می کنند و می سوزانند در حالی که بیشتر شهروندان در حال تماشای تلویزیون های دو سویه هستند در 1984 اثر جورج اورول که در 1949 منتشر شد کتاب ها توقیف و تلویزیون ها دوسویه شدند تا حکومت همواره امکان زیر نظر گرفتن شهروندان را داشته باشد در رمان 1984 زبان رسانه های دیداری پر از تصنع و تکلف است تا به این وسیله عموم مردم از مفاهیم مورد نیاز برای تفکر در مورد حال به یاد آوردن گذشته و فکر کردن به آینده محروم شوند یکی از پروژه های حکومت هرچه بیشتر محدود کردن زبان است از طریق هرچه بیشتر حذف کردن کلمات در هر ویراست تازه از فرهنگ رسمی لغت خیره شدن به صفحه تلویزیون شاید گریز ناپذیر باشد اما این جهان دو بعدی چندان معنایی ندارد مگر که بتوانیم آن زرادخانه ذهنی را به کار بگیریم که در جای دیگری ساخته ایم وقتی همان کلمه ها و عبارت های را تکرار می کنیم که روزانه در رسانه ها منتشر می شوند در واقع داریم نبود یک چارچوب بزرگتر یعنی یک نظام و ساختار بزرگتر را می پذیریم. داشتن یک چارچوب بزرگتر نیازمند فرایافت های بیشتر است و داشتن فرایافت های بیشتر نیازمند مطالعه کردن است. پس تلویزیون را از اتاق بیرون ببرید و اطرافتان را با کتاب پر کنید. شخصیت های کتاب های اورول و بردبری نمی توانستند این کار را بکنند ولی ما هنوز می توانیم. میپرسید چه بخوانیم هر رمان خوبی توانایی ما را برای اندیشیدن به موقعیت مبهم و پیچیده و سردرآوردن از مقاصد دیگران شکوفا میسازد شاید برادران کارامازوف فیودور دستیفسکی و سبکی تحمل ناپذیر هستی یا همان بار هستی مناسب زمانه ما باشند. ممکن نیست در اینجا اتفاق بیفتد اثر سینکلر لوئیس شاید یک اثر هنری ممتاز نباشد توطعه علیه آمریکا اثر فیلیپ راس بهتر است رمانی که میلیون ها جوان آمریکایی میشناسند و روایتی از استبداد و ایستادگی در برابر آن است هری و قدیسان مرگ اثر جی -کی رولینگ است. اگر شما یا فرزندانتان بار اول آن را با این نگاه نخوانده اید، می ارزد دوباره بخوانیدش. برخی از متون سیاسی و تاریخی که درباره مباحث مطرح شده در این درس اطلاعات زیادی به خواننده میدهند از این قرارند. سیاست و زبان انگلیسی نوشته جورج اورول زبان رایش سوم نوشته ویکتور کلمپرر ریشه های تمامیت خواهی نوشته هانا آرنت انسان تاقی نوشته آلبر کامو ذهن اسیر نوشته چسلاو میلوش قدرت بی قدرتان نوشته واتسلاو هاول چگونه یک لیبرال سوسیالیست محافظ کار باشیم نوشته لشک کولاکوفسکی محاسن مصیبت نوشته تیموتی گارتون اش بار مسئولیت نوشته تونی جات آدم های عادی نوشته کریستوفر براونینگ و هیچ چیز حقیقی نیست و همه چیز ممکن است نوشته پیتر پمرانتسف مسیحیان میتوانند به کتاب پایشان انجیل مراجعه کنند که همچون همیشه بسیار مختنم است. مسیح در معزش میگوید گوید گذشتن شطور از یک سوراخ سوزن آسانتر است از دخول شخصی دولتمند در ملکوت خدا. باید فروتن باشیم زیرا هر که خود را بلند کند پست گردد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز گردد و البته باید دقدقه ی حق و ناحق را نیز داشته باشیم حق را خواهی چناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد حقیقت باور داشته باشید دست کشیدن از حقایق دست کشیدن از آزادی است اگر حقیقتی در کار نباشد هیچ کس نمیتواند قدرت را نقد کند چون هیچ اساسی وجود ندارد که بر مبنای آن بتوان چنین کرد اگر حقیقتی در کار نباشد پس همه چیز نمایش و مزحکی بیش نیست کیف هرچه پرپورتر نورها کوب کننده تر وقتی از تفاوت میان آنچه میخواهید بشنوید و آنچه عملا حقیقت موضوع از چشم پوشی کنید به استبداد تن میدهید این گونه روی گردانی از واقعیت شاید طبیعی و خوشایند به نظر برسد اما نتیجهش سقوط و از محلال شما به عنوان یک فرد انسانی و بنابراین فروپاشی هر نظام سیاسی مبتنی بر فردگرایی است به گواهی کسانی چون ویکتور کلمپرر که دیدبان تمامیت خواهی بوده اند حقیقت به چهار شیوه نابود می شود که ما اخیرا شاهد هر چهار شیوه اش بوده ایم. اولین شیوه دشمنی علنی با واقعیت قابل اثبات است یعنی جازدن داستانهای ساختگی و دروغ بافی به عنوان واقعیت رئیس جمهور ترامپ این کار را به میزان زیاد و با سرعت انجام می دهد. در طول کارزارهای انتخاباتی 2016 آمریکا یکی از اقداماتی که برای ردیابی منبع گفته های او انجام شد نشان داد که 78 درصد ادعاهای مبتنی بر واقعیت او غلط بودند. این درصد به قدری بالاست که باعث می شود در مسیر دروغبافی محسی که او در پیش گرفته است اظهارات درستش نیز صحفهایی ناخواسته به نظر برسند تحقیل جهان در صورت کنونیش آغازگر خلق یک جهان معارض تخیلی می شود دومین شیوه سحر و افسون به شیوه جادوگران قبیل ایست همچنان که کلمپرر متوجه شد، سبک فاشیستی مبتنی بر تکرار بیپایان است تا مهمات را باورپذیر کند و آنچه را مایه شرم است مطلوب و دلپسند جلوه دهد. رئیس جمهور ترامپ هم استفاده حساب شده از لقب‌های مانند تد چاخان و هیلاری حقدباز را جایگزین بعضی ویژگی‌های شخصیتی کرد که چه بسا به خودش زیبنده تر بود اما او با تکرار سریح این صفات در توییتر توانست افراد انسانی را به کلیشه‌های تبدیل کند که سر ها بیفتند در میتینگ های انتخاباتی هم تکرار شعارهای دیواره رو بسازید و حبسش کنید توصیف کننده هیچ کاری نبودند که رئیس جمهور ترامپ برنامه خاصی برای انجام دادنش داشته باشد بلکه همان تمتراغشان باعث می شد پیوندی میان او و مخاطبانش ایجاد شود سومین شیوه پذیرش مشتاقانه زد و نقیز گویی ها یا تفکر جادویی است در کارزار انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ وعده هایی داده شد در مورد کاهش مالیات همه، صفر کردن قرضه ملی و افزایش سرمایه گذاری هم در سیاست اجتماعی و هم در دفاع ملی. این وعده ها با هم در تضادند. مثل آنکه کشاورزی ادعا کند از مردانی یک دانه تخم مرغ برداشته آن را پخته و برای همسرش برده تا بخورد و آبپزش هم کرده و به بچه هایش داده تا بخورند بعد هم آن را سالم و نشکسته دوباره به مرغ برگردانده و مشغول تماشای بیرون آمدن جوجه از آن شده است لازمه پذیرفتن دروغی به این بزرگی کنار گذاشتن آشکار عقل و منطق است. توصیفات کلمپرر در مورد از دست دادن دوستانش در آلمان سال 1933 بر سر همین تفکر جادویی امروزه به طرز سهمگینی ها از حقیقت به نظر می رسد. یکی از دانشجویان سابق او التماسش میکرده که خودتان را به احساساتتان بسپارید همیشه باید بر عظمت پیشوا تمرکز کنید نه اینکه تمرکزتان بر ناراحتیهایی باشد که حالا حس میکنید دوازده سال بعد پس از پایان همه آن فجایع و قصاوت ها در پایان جنگی که آلمان در آن شکست مسلم را پذیرفت یکی از سربازان قطع عضو شده به کلمپرر گفت که هیتلر هنوز دروغی نگفته من به هیتلر ایمان دارم چهارمین و آخرین شیوه ایمان نابجاست این همان شیوه رئیس جمهور ترامپ است که ادعاهای خود خدا پندارانه ای می کند. وقتی میگوید فقط من میتونم حلش کنم یا من صدای شما هستم هنگامی که ایمان اینطور از آسمان به زمین نزول میکند دیگر هیچ جایی برای حقایق ناقابلی که قوه تشخیص و تمیز و تجربیات فردی ما شناسایی میکند باقی نمیماند چیزی که کلمپرر را میترساند آن بود که این تحولی همیشگی به نظر می رسید به محض آنکه حقیقت جنبه غیبگویی به خود گرفت و دیگر واقعیت بنیاد نبود اسناد و مدارک هم نامربوط و بیاعتبار شد در پایان جنگ کارگری به کلمپرر گفته بود درک و فهم به چه درد میخورد باید ایمان داشت من به پیشوا ایمان دارم اوژن یونسکو نمایش نامه نویس بزرگ رومانیایی شاهد آن بود که دوستانش که پس از دیگری به کام بیان فاشیستی دهه 1930 کشیده میشوند و از دست می روند. این تجربه مبنای نمایش نامه پوچگرای او به نام کرگدن شد نمایش نامه ای که در آن کسانی که تعمه تبلیغات سیاسی شده اند به جانوران قولاسای شاخداری تبدیل می شوند. یونسکو درباره تجربیات شخصیش می نویسد استادان دانشگاه دانشجویان و روشنفکران یکی پس از دیگری نازی می شدند و به عضویت گارد آهنین در می آمدند. مسلما در آغاز آنها نازی نبودند. حدود پانزده نفر از ما دور هم جمع شدیم و حرف زدیم و سعی می کردیم برای مخالفت با نازی ها استدلال هایی پیدا کنیم آسان نبود گهگاه یکی از دوستان من می گفت شک نیست که با آنها موافق نیستم اما با وجود این از جنبه های باید اعتراف کنم که مثلا یهودیان و از این حرفا و این یک نشانه بود سه هفته بعد این شخص نازی میشد. او اسیر نظام شده بود همه چیز را پذیرفته بود کرگدن شده بود در اواخر کار فقط سه چهار نفر از ما بودیم که همچنان مقاومت می کردیم هدف یونسکو آن بود که کمکمان کند ببینیم تبلیغات سیاسی در واقع تا چه حد عجیب و غریبند و در این حال از نظر کسانی که تسلیمشان میشوند تا چه حد عادی و طبیعی هند. یونسکو با استفاده از تمثیل پوچگرای کرگدن سعی داشت مردم را تکان دهد تا متوجه شوند آنچه در عمل رخ میداد تا چه حد عجیب و غریب بود. حالا هم کرگدن در علفزارهای سلسل اعصاب ما پرسه میزنند. ما حالا خود را بسیار نگران چیزی میدانیم که پسا حقیقت میخوانیمش و مایلیم چنین فکر کنیم که رد و تحقیر حقایق روزانه و ساخت واقعیت های بدیل توسط پسا حقیقت امری تازه یا پست مدرن است. اما تقریبا چیزی وجود ندارد که جورج اورول هفت دهه پیش هم در برداشتش از دو اندیشی آن را در نیافته و ثبت نکرده باشد پسا حقیقت در فلسفه خود دقیقا همان نگرش فاشیستی به حقیقت را دوباره رواج دهد و به همین دلیل است که دیگر هیچ چیز در جهان ما کلمپررها یا یونسکوها را شگفت زده نخواهد کرد فاشیست ها حقایق کوچک زندگی روزمره را تحقیر می کردند عاشق شعارهایی بودند که تنین مذهب تازه ای را داشتند و افسانه های خلاقانه را به تاریخ یا روزنامه و خبرنگاری ترجیح می دادند آنها از رسانه تازه که در آن زمان رادیو بود استفاده می کردند و حیاهوی خبری و تبلیغاتی راه می تا مردم پیش از آن که فرصت پی بردن به واقعیات را داشته باشند احساساتشان برانگیخته شود و حالا هم مانند همان زمان بسیاری از مردم باور به یک پیشوای پر از اشتباه و نقط ضعف را با حقیقت جهانی که همه در آن سهیم هستیم اشتباه گرفتند پسا حقیقت همان Peace fascismist.